السلام علیکم. خوش آمدین به برنامه رو در رو. باز دو خانواده با هم رو در رو شدن. میخواین از پیش یک دیگه خود 500 هزار افغانی رو برنده شون، اما خانواده شانس پیدا میکنه که به خاطر 500 هزار افغانی بازی کنه. اول 4 سوال خیلی ساده را جواب بدن، 300 امتیاز برنده شده 25 هزار افغانی رو به دست بیارن. خانواده که در دست چپ ما قرار داره، خانواده رشیدی، میریم معرفی میشیم، کف بزنیم به افتخارشون. آره جان خوب هستم. خیر خیر. اعضای خانواده را یک معرفی کنین. اینا آرش جان محصل سال سوم در محصل سال اول در رشته انجینری می باشن و برادرم هستن، و سایل جان محصل سال اول در رشته ژورنالیسم پسر کاکایم، و همچنان فیصل جان محصل سال دوم در رشته طب می باشن. دکتر صاحب خوب هستید؟ سلامت. تقریبا ما و شما هم مسلک هستیم. خودتان چی کار میکنید؟ خودم محصل سال سوم در رشته اقتصاد و اداره و تجارت. بسیار خوب. به خاطر که اقتصادی است موضوع، سرتیم هم اینا رو انتخاب کرده، نه؟ که اقتصاد در نظر داشته باشید، جواب ها رو صحیح بتن. بال به افتخار خانواده ناصری هم کف بزنیم. این خانواده نازیه جان برداری بکنم. خوب است میشاره. خیر خیر باشیم. اعضای خانواده یک معرفی کنیم. مرسل جان امشریم است، محصل هستن سال سیم و پانزه حقوق. ناهید جان خالیم هستن، متعلم صنف دوازدهم مکتب. اسینا جان مادرم هستن، خانم خانه. به افتخار اردو سرتیم کف بزنین. اردوشان میرن. آریا ناجیه جان بین سوال را که شما دو نفر پرسان میکنم، قبلا بین 100 نفر سروی شده و 100 نفر کلشان گفته که سویچ اول نزنین. دوستان دورانه و 100 نفر در سرده جواب دادن این سوال. تعداد جواب ها شده 8 جواب. کار را نام ببرید که شما در روز جمعه انجام میدید. آریا جان نماز جمعه. نماز جمعه است. بله بیشترین امتیاز هم همی داشت، یعنی دیگاهش از خانواده سعی کنید میتونید پیدا کنید. رفتیم به طرف خانواده رشیدی. آرش جان مهمانی دید و بازدید، اما مهمانی. سهل جان کار را نام ببرید که شما در روز جمعه انجام میتید. رفتن به تفریح. چکر تفریح. فیصل جان کار را نام ببرید که در روز جمعه انجام میتید. نظافت تمام کردن. نظافت تمام کردن دیگه 6 روز دیگه هم تو میگردی نظافت. است امام کردن. آریا جان کار را نام ببرد که شما در روز جمعه انجام میتین. تلاوت قرآن کریم. تلاوت قرآن کریم است. البته خوب کار است خیلی تلاوت کردن، اما در 100 نفر نمیکرده دیگه. آرش جان ورزش. ورزش البته ورزش های آزاد برای خود بگه. سهل جان پلان ریزی برای ایام هفته. شما بین خود مشوره کنین، اگر یک جواب هم باز بتانین بگیرین، امتیازایی که اینا به دست آورده شما میگیرین. فیصل جان میگن پختن هوسانه. آمدیم به طرف خانواده ناصری. خانواده ناصری پس به جای خود بیاین. اسینا جان میگن کار را نام ببرید در روز جمعه انجام میتین. شستن لباس ها. شستن لباس ها یک هفته دیگه نمیشوین، امروز جمعه میشوین. نای جان رفتن به عروسی. رفتن به عروسی که مردم زیادتر در عروسی میگیرن. ساعتی میباشه با خاطر. خب مرسل جان کار را نام ببرین که در روز جمعه انجام میتین. روز جمعه درس خواندن. همین درس روز جمعه برای ما را اعلان میکنه. خانوادگی به روز شنبهشان میگیرن درس میخوان. خب شما حق دارین که با اینا موافق باشین با کدامشان، یا خودتان یک چیزی را بگوین. پاککاری خانه. پاککاری خانه است. پاککاری خانه 83 امتیاز آمد به طرف خانواده ناصری. قسمی که گفته بودن گفتن تمام جواب را شما بدین، یک جواب ما میتونیم امتیاز را میگیرم. بله پاککاری خانه هم تانست امتیاز ایسو بیاره. حال جوابایی را که باز نشده ببینیم چی بوده، با ما یک جای بخوانین. شماره 8 خواب استراحت. 5 لباسشویی. خب
83 امتیاز هنوز خانواده ناصری داره، اما سوال دوم امکان داره که این طرف ببره اون مساوی پیش برن. نفرهای دوم هر دو خانواده میاین، مرسل جان و آرش، کف بزنیم به افتخار هر دویشان. یک دستان قفل، یک دستان سر میز، آماده باشین. سوال را که شما دو نفر پرسان میکنم، بین 100 الی 120 نفر سروی شده و اینا جواب دادن. تعداد جوابهای ما شده 7 جواب. چیزی را نام ببرید که شما ممکن آن را با بسکیت نوش جان کنید. آرش؟ شیر. شیر؟ هنوز از شیر جدا نشدید؟ شوخیست هست؟ شیر. اما شما شانس دارین، شما را اول اگه پیدا بتانید. چای. چای؟ چای، بله. چای. چای، بیشترین امتیاز، 28 امتیازه بود. سر خانواده سعی کنین اشاره مشوره کنین، میتونین پیدا کنه اشاره کنین که ادامه میتین، نمیتین؟ بله. رفتیم به طرف خانواده ناصری، بازی ادامه میتیم با نایت جان. نایت جان میگن چیزی را نام ببرید، شما ممکن آن را با بسکیت نوش جان کنین. جوس. 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 اسینا جان؟ با بسکیت. آب. بسکیت ها دیگه زایر نکنید، خد چیزای خوب بخورین، بسکیت قدم نخورین. نازیا جان، چیزی را نام ببرید شما ممکن آن را با بسکیت نوش جان کنید. با بسکیت نوش جان کنید. نوشابه. 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 مرسل جان، چیزی را نام ببرید که شما ممکن آن را با بسکیت نوش جان کنید. کاکاو. کاکاو. البته این کار اطفال بوده. و شما خانواده رشیدی شانس دارین بین خود امیال فرصت دارین که مشوره کنین، چون اینا دو اشتباه کردن. نای جان؟ قهوه. قهوه. آمدیم به طرف خانواده رشیدی. فیصل جان به جایتان استاد شوین. چیزی را نام ببرید که شما ممکن آن را با بسکیت نوش جان کنید. آیس کریم. آیس کریم. سایل جان؟ شیرچای. شیرچای. آرش جان؟ همون آیس کریم. آیس کریم. آریا جان، با اینا با کدامشون موافق هستین یا خودتان کدام چیز میکنین؟ من موافق هستم، به خاطر که با آیس کریم اکثرا بسکیت میباشه، آیس کریم میگیرم. با فیصل و آرش دیگه؟ بله. آیس کریم. 84 امتیاز، یک امتیاز بالاتر از اینا. بازی همون رقم پیش رفت که پیشتر اینا برده بودن و اینا با یک جواب گرفتن امتیاز داره. جوابایی که باز نشده داره با ما یک جای بخوانیم ببینیم چی بوده که با بسکیت نوش جان میکردن. شماره 7. انرژی 4. شیرچای. هر دو جوابشان درست بوده که اما استریمم پیش آمد. خواب خوب پیش رفتین، هر دو طرف تقریبا مساوی پیش میرن. 84 83 میریم به طرف یک وقفه. بعد از وقفه سوال سوم مطرح میشه که امتیازش ضربه دوست. پایان برنامه خوش آمدید. امتیازها اگر یک نمره در نظر نگیریم، هر دو خانواده تقریبا مساوی پیش میرن. لمرسکلت با کیفیت بی‌نظیر، موتورسیکلت متفاوت دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش. نفرهای سوم هر دو خانواده بیاین با ما یک جای پشت میز بازی. نایت جان و سوهل جان، کف بزنیم به افتخار هر دویشان. این سوال مهمتر از سوال اول و دوم است، به خاطر از اینکه این سوال هر کس جواب بده جوابش امتیازش ضربه دو میشه. سوال را که شما دو نفر پرسان میکنم، بین 100 نفر الی 120 نفر سروی شده، اینا جواب دادن، تعداد جواب ها شده 5. با استثنای بوت، چیزی را نام ببرید که در بوت فروشی فروخته میشود. سوال جان؟ چپلی. 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 بیشتر امتیاز دارست این خانواده سعی کنید که دیگرش پیدا میدانید. رفتیم به طرف خانواده رشیدی و حال فیصل جان میگن با استثنای بود، چیزی را نام ببرید که در بود فروشی فروخته میشود. رنگ بود. رنگ بود. رنگ بود. آریا جان، چیزی را نام ببرید
به استثنای بود در بود فروشی فروخته شوه. سرپایی. آرش جان. برس بود. است؟ شما بین خود مشوره کنین. رو در رو شوین. پیدا کنین. جواب سوهیل جان. کرمچ موزه. کرمچ. یکیش. کرمچ. است؟ کرمچ. فیصل جان، با استثنای بوت در بوت فروشی دیگه چی فروخته میشه؟ موزه. آمده به طرف خانواده ناصری، حسینا جان میگن با استثنای بوت در بوت فروشی دیگه چی فروخته میشه؟ ماسی؟ بله. چی است؟ در وقت سپورت که پوشیده میشه. خب، ماسی. ناید جان؟ پایزار؟ بله. مرسل جان؟ دسکاول؟ بس اسنای بود در بود فروشی دسکاول هم فروخته میشه. با مرسل جان موافق هستم، دسکاول درست است. اینی رو میگن موافق بودن. دسکاول هست؟ دسکاول 174 امتیاز هست. مثل سوال اول باز اینا گرفتن با یک جواب تانستن امتیاز خود بیارن با 257. خیلی نزدیک به 300 امتیاز. جواب را که باز نشده ببینیم در بوت فروشی دیگه چی فروخته میشه غیر از بوت. شماره 5. جراب. نفرای چهارم میان، سرنوشت در دو خانواده تعیین میشه تقریبا. با افتخار فیصل از سینا جان کف بزنیم. خب، سرنوشت در دو خانواده با دست شماست. به خاطر از اینکه سوال چهارم مهمتر از سوال اول و دوم و سوم است که امتیاز از این ضرب 3 میشه. اگر 30 امتیاز هر سوال هر جواب داشته باشن 90 امتیاز حساب میشه. سوالی را که از شما دو نفر پرسان میکنم به عنوان سوال چهارم، سوالی است که بین 100 الا 120 نفر سروی شده، اونا جواب دادن، تعداد جوابا شده 5. چیز را نام ببرید که یک جراح آن را میپوشد. فیصل جان، ماسک. چپن. یک شهر. ماسک. اسینا جان، چیز را نام ببرید که یک جراح میپوشد. چپن. است؟ چپن. اما شما امتیاز تان بالا است، انتخاب کرده میتونید که بازی ادامه میتونید یا نیست سعی کنید. رفتیم به طرف خانواده رشیدی. اینطور از فیصل خودشان طب میخوانم میفهمه و او خاطر خودش مطمئن است، اما از خانواده خبر داری که یکیش حقوق میخوانه و یکیش مسئله است. اینطورا خب، سرتیم خانواده آریا جان میگن چیز را نام ببرید که یک جراح آن را میپوشد. دستکش. آرش جان، چیز را نام ببرید که یک جراح آن را میپوشد. کلا. سوهیل جان، چی در نام ببرین؟ فقط یک جواب مانده. چی در نام ببرین که یک جراح را میپوشه؟ بوت مخصوص. فیصل جان، روپوش عملیات. است؟ پیشبان. 300 امتیاز با جواب دادن به مکمل جوابایی که ما گرفته بودیم از 5 جواب. کلش اینا تانستن خودشان جواب بدن، حتی نموندن که به این طرف یک شانس پیدا شود که اینا 300 امتیاز با می جواب گرفتن و مجموع امتیازشان شد 384. 25,000 افغانی هم نقدن. مبارک باشه برای خانواده رشیدی و شما شانس اگیر هم پیدا کردین که به خاطر 500,000 افغانی بازی کنین. به خاطر 500,000 افغانی از بین شما و دو نفر بسیار چوس و چالاک کیست؟ آرش آریا میان. به خاطر 500,000 افغانی بازی میکنن. بیاین به دو طرف ما استاد شوین. هر دوتان تشکر از خانواده ناصری که اشتراک کردین و امروز دیگه اقبال بخت به طرف شماست. شما اینا انتخاب کنین که از بین شما اول کی اینجا استاد میشه و کی میره. ما باشم. شما میباشین؟ شما میرین به طرف اتاق مخصوص؟ بله. بفرمایید. صدای ما رو نشنوین. ما و شما خفچون میرین به طرف یک وقفه بسیار کوتاه. زود برمیگردیم. بعد از وقفه به خاطر 500,000 بازی میکنیم.
به ادامه برنامه خوش آمدید. بازی به خاطر 500,000 شروع شد. اپ انرژی درینک ساخت افغانستان، تولید شرکت سوپرکولا. هپی بونوشید، شاد باشید. آریا جان 25,000 خب بردین، فکر میکنین که 500,000 هم ببرین؟ انشالله. دهی بسیار باید تیز باشین، چرا که شما 20 ثانیه وقت دارین که 5 سوال جواب بدین. در 5 سوال شما و آرش جان اگر بتانین 200 امتیاز به دست بیارین، شما برنده 500,000 افغانی میشین. اگر کدام سوال جوابش زود در فکرتان نمیه، بگوین بگذر، من میگذرم. اگر نگوین بگذر، من مجید استاد میشم، ثانیه هایتان ضایع میشه. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. مه جایی را نام ببرید که شما تعداد زیاد تاکسی را در آنجا دیده میتوانید. ایستگاه. چیزی را نام ببرید که قبل از خرید شما پخته شده باشد. بگذر. چیزی را نام ببرید که شما در یک کتابخانه دیده میتوانید. کتاب. یک حیوان بسیار کوچک را نام ببرید. مرچه. چیزی را نام ببرید که شما آن را میپیچانید. مو. چیزی را نام ببرید که قبل از خرید شما پخته شده باشد. وقتتان پر شد. خوب جواب دادین. خوب استفاده کردین از وقت. اما همو بگذر، یک چیز باید میگفتین. کم چیزا پخته میشه در بازار، چیزای پخته میخرین و من میشه. من اول از شما پرسیدم جایی را نام ببرید که شما تعداد زیاد تاکسی را در آنجا دیده میتوانید و شما گفتین ایستگاه. ببینیم در سروی چند نفر با شما هم نظر بوده و چند امتیاز داره. 38. خوب است. سوال دوم پرسیدم چیزی را نام ببرید که قبل از خرید شما پخته شده باشد، شما گفتین بگذر. دوباره هم وقت باقی نماند، بالای از بیاییم حتما از این گرفتین صفر. سیومه از شما پرسیدم چیزی را نام ببرید که شما در یک کتابخانه دیده میتوانید و شما گفتین کتاب. ببینید در سروی چند نفر با شما هم نظر است و چند امتیاز داره. 53. خوب 91 امتیاز خود دمید. دو جواب گرفتین. چهارم پرسیدم یک حیوان بسیار کوچک را نام ببرید و شما گفتین مورچه. ببینیم در سروی چند نفر با شما هم نظر است و چند امتیاز داره. 20. 111 مجموع امتیازاتتان شد. پنجم پرسیدم چیزی را نام ببرید که شما آن را میپیچانید و شما گفتین موی. ببینید در سروی چند نفر موی میپیچانه. یک دختران میپیچانه، بچه ها میپیچانه. در سروی شاید امتیاز گرفته باشه. ببینیم چند امتیاز. 9. 120 امتیاز آریا جان از آن خود کردن. فقط 80 امتیاز دیگه مانده که آرش جان به دست بیاره و اینا 200 امتیاز پوره کرده، 500,000 افغانی را برنده شون. به افتخار آرش کف بزنین. با آریا میرسون خانواده. آرش میخواهد این را پوره کنه. آرش جان خوب هستی؟ اونجا یک سچو. 5 سوال من شما میپرسم، امو 5 سوال است که من قبلا از آریا جان پرسیدم. اونا 120 امتیاز گرفتن، جواب دادن، مگر جوابی که اونا دادن شما نباید بتین. اگر شما او جواب بتین، این تو یک صدا را میشنوین. زود جوابتان را تغییر بتین که وقتتان ضایع نشه، چون شما 25 ثانیه دارین. درست. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول ما. اگر کدام سوال به فکرتان جوابش نمیه، بگوین بگذر. و بگذر همیشه در فایده تان نیست. اگر وقت باقی مانده بود دو سوالی که شما گفتین بگذر، ما پس بیاین. درست. جایی را نام ببرید که شما تعداد زیاد تاکسی را در آنجا دیده میتوانید. میدان هوایی. چیزی را نام ببرید که قبل از خرید شما پخته شده باشد. کباب. چیزی را نام ببرید که شما در یک کتابخانه دیده میتوانید. کتاب. ورق. یک حیوان بسیار کوچک را نام ببرید. مورچه. موش. چیزی را نام ببرید که شما آن را میپیچانید. دستمال. کف بزنید به افتخار آرش جان. در سوال اول از شما پرسیدم جایی را نام ببرید که شما تعداد زیاد تاکسی را در آنجا دیده میتوانید و شما خیلی خوب جواب دادین، اما نمیفهم که امتیازش چقدر است. میدان هوایی. ببینید در سروی چند نفر با شما هم نظر بوده و چند امتیاز داره؟ 17. بلندترین امتیاز از این اسکا بود که آریا جان گفته بودن. دوم پرسیدم چیزی را نام ببرید که قبل از خرید شما پخته شده باشد و شما گفتین کباب. ببینید در سروی چند نفر با شما هم نظر بوده کباب قبل از خرید پخته می باشد. 0. بلندترین امتیاز از این نان بود که در نانوایی پخته می باشد. 3. پرسیدم چیزی را نام ببرید که شما در یک کتابخانه دیده می توانید و شما گفتین
ورق. ببین در سروه چند نفر با شما هم نظر بوده. چند امتیاز؟ صفر. بلندترین امتیاز ازی همون کتاب بود که قبلا آریا جان گفته بودن. ورق دیگه اونجا نمی باشه، در قرطاس فروشی می باشه. چهارم ما پرسیدیم یک حیوان بسیار کوچک را نام بگیرید و شما گفتین موش. ببینیم در سروه چند نفر با شما هم نظر بوده و چند امتیاز داره؟ 15. بلندترین امتیاز ازی پشه بود که هر دویتان هم ذکر نکردین. پنجم ما پرسیدیم چیزی را نام ببرید که شما آن را می پیچانید و شما گفتین دستمال. میخوای میرم براتان بگویم که دستمال بلندترین امتیاز هست، اما 48 امتیاز هست نیست که 200 امتیاز را پوره کنه، شما برنده 500 هزار افغانی شوید. چی فکر میکنید؟ مثل که کتاب بلندترین امتیاز بود، 53 امتیاز داشت. آیا ای که بلندترین امتیاز هست 48 میایه یا بالاتر از او؟ خدا مهربان است که بیایه. چشم به طرفم خانه خالی است، ببینیم امتیازش چقدر. آرش و آریا تانستن 173 امتیاز به دست بیارن، نتانستن 200 امتیاز بسازن و 500 هزار افغانی را برنده شوند، اما 25 هزاری خو نقد است. مبارک باشه 25 هزار افغانی. تشکر از اینکه اشتراک کردین. اگر شما خانواده عزیزم میخواین به برنامه رو در رو اشتراک کنین، پس زنگ بزنین به 456، بعد از انتخاب زبان کلید 623 را فشار بدین، خودتان و سه نفر دیگر که میخواین ثبت نام کنن ثبت نام کنین. این بود برنامه امشب، تا برنامه فردا شب خدا نگهدار. مبارک باشه. مبارک.